دیدیم و پیشبینی آقای بهرامی به حقیقت پیوست و آقای محمد سالارمند در راند دوم با ضربه پانچ تیکه او کرد حریف رو. آقای بهرامی همینجوری پیشبینی میکردی یا انتظار داشتی فایت بیشتر طول بکشه یا راند یک تموم بشه؟ آقای من شناخت داشتم از هر دو فایت. خوب با تجربه که تو این سالیان سال به دست آوردیم تو این ورزش تقریبا برای مسجل بود که اگه اتفاق خاصی نیفته آقای سالارمند برنده بازیه. بله به نظرم آماده تر به نظرم میرسی چون در راند دو تحلیل نرفت با اینکه یه وزن بالاتر اومده و به نظر من فایت قشنگی بود. خب میخواییم بریم یه فایت جذاب تو وزن 77 کیلو ولتر ویت ببینیم. اول میخوام در مورد فایتر کرد سنندج آقای آرام رحیمی صحبت. جنگنده استان کردستان هست که ایشون قهرمان کشتی پهلوانی کشور هم هست، چندین دور قهرمان کشتی بوده و بعد از اون وارد ورزش MMA شده. قدش 1.80 متر، یک پیروزی یک شکست. شما چه شناختی در مورد آرام رحیمی؟ آرام رحیمی از فایترهای خیلی با استعداد کشورمون هست، شناخت کاملی ازش دارم، خیلی استرایکر خوبی هست و خلاف اینکه فکر میکنم کشتیگیران نمیتونن دست و پای خوبی کار کنن، ولی هم دست و پای خوبی داره و از لحاظ کشتی هم هیچ مشکلی نداره. خب بله، ولی خب آخرین فایتش رو باخته. آقای مازندران و شهر جویبار هست، حریف ایشون آقای امیر حسین علیپور با قد 1.80 متر، وزن 77 کیلوگرم داره و یک پیروزی. و ایشون هم رزومه ای از کشتی و ساندا داره. چه شناختی از ایشون داری؟ ایشون هم بازی قبلشو برده، از فایتره بسیار با استعداد و خوبی است. من آینده خیلی خوبی رو براش میدم. خیلی فایت نزدیک و حساسیه، ولی به نظر من آقای آرام رحیمی از کردستان میتونه پیروز این بازی بشه. یکم عرق کرد بودن داری راجبش داری؟ پیشبینی بازیمو از لحاظ منطق بازی MMA میگم. به نظر من آرام رحیمی درصد بردش بیشتره تو این مسابقه. خب امیدوارم همینطور باشه که شما گفتی، فایت جذابی رو ببینیم. اول دعوت میکنم از آقای آرام رحیمی که وارد کیج بشن. آقای آرام رحیمی تشریف بیارن داخل کیج.
خانم ها آقایان فایت زیبا از پهلوان دو. گوشه آبی کیج فایتر قد 1.80 متر و از 77 کیلوگرم رکورد 1 پیروزی 1 شکست از استان کردستان شهر سنندج کسی نیست جز آرام گوشه قرمز کیج قد 1.80 متر و از 77 کیلوگرم رکورد 1 پیروزی از شهر جویبار استان مازندران حسین علیپور داور مسابقه امید داراپور سوان دو امیر حسین علیپور در مقابل تشریف کنید دو تا فایت سه وزنی مبارزه منتظریم ببینیم فایت جذابی رو در کنار هم ببینیم با دستور داور مرکزی اکتاگون فایت شروع میشه حالا یه ضربه کروس امیر حسین علیپور از علیپور یه ضربه های کیک پای چپ نه تندان تاثیر گذار ارزایی میکنه آرام رحیمی امیر حسین علیپور فکر میکنم یه ضربه کروس اما نمیخوره کلاس خوب از یه آپر آرام رحیمی حالا میره برای تکتان آیا میزنه زمین؟ نه در میاد امیر حسین یه ضربه نی ضرباتو داره خوب وارد میکنه الان تو کلینچ هستن تو کلینچ کنترل میکنه جدا میشن ارزیابی دوباره از هر دو بازیکن ارزیابی میکنه هر دو بازیکن ببینیم دوباره استرایک خودش رو به نمایش میذاره ضربات رو امیر حسین علیپور اسنایپ میکنه تو سر و صورت آرام یا آرام با کشتی خودش یه ضربه چرخشی امیر حسین رو مغلوب میکنه بک هایکیک اما نخورد بک هایکیک ناموفق احساس میکنم آرام رحیمی داره ارزیابی میکنه یه نقطه ضعف خوب از علیپور پیدا کنه آرام تو ضربه خوب عمل کرده حالا یک ضربه عالی میره برای کلیچ آرام درگیر هستن ضربات پیاپی رد میکنن چه فایت زیبایی شده فایت خوبیه فایت تا به اینجا خوب پیش رفته هر دو فایتر تو ثانیه های اول مهدی هر دو فایتر از قدرت بدنی بسیار بالای برخوردارن چند بار آرام رایریم برای تکشیدان کردن علیپور اقدام کرده اما موفق نشده فاکتوریه که فاکتور قدرت هر دوتشون فاکتور قدرت رو دارن باید ببینیم که کشتیه علیپور چپ چپ نشون میده برای گول زدن آرام رحیمی یه پا ناموفق باید دقت کنه بیشتر در ضربه پاش کشتی آرام رحیمی تا به اینجا زیاد به کارش نیومده میشه گفت امیر حسین علیپور بهتر ضربه وارد کرده تا آرام آرام رحیمی میخواد بازی رو به پایین بکشونه حالا یه ضربه دیگه یک ضربه لوکی سنگین و تأثیر گذار دوباره یورش میبره برای یک حمله که ناموفق بود آرام رحیمی تا بالا یه ضربه کروس میره برای تکتان علیپور تکتان ناموفق یه نی از کنترل کنترل از آرام یه فایت جذاب فشار از امیر حسین امیر حسین فشار میاره ضربات زانو رو داره پشت سر هم میزنه با دست راست خودش پای آرام رو داره کنترل میکنه پشت آرام به کیج و حرکاتش محدود صورت آرام کات شده ضربات پشت سر هم همدیگر رو کنترل میکنن حالا یه ضربه هر دو پانچ تو پانچه خیلی زیبا یه فایت پرزد و خورد پرهاشیه و جذاب به جرأت میتونم بگم این فایت از دو فایت قبلی جذابتره هرچی جلوتر بزرگترین رویداد سال یه ضربه ساید ناموفق از علیپور
علیپور یه گوشش به کوچ و حواسش به بازی است. دقیقاً همینطور استراتژی که کوچش برای شیده رو قصره که توی اکتاگون اجرا کنه. تا اینجای کار علیپور نشون داده از فایت استرپای بهتری برخورد داره. ضربات ناگهانی کروس، ولی تنها مشکلی که داره سرشو مینازه پایین. این ممکنه زانوهای آقای آرام بله به صورتش برخورد کنه. حمله میکنه دوباره. ضربات آرام هم ضربات مچ رو میزنه. یه ضربه چپ در کنار قفس که نتیجه نداشت برای آرام رحیمی. آرام رحیمی حالا خیلی فایتر مستحکمی هم هستش. آرام رحیمی در مقابل ضربات علیپور تا به الان به خوبی استادگی کرده. هر دو فایتر الان دارن نفس میگیرن. من میبینم علیپور نفس عمیق میکشه برای اینکه بدنش دوباره ریکاوری بشه. صورت آرام خب کات هم شده که سر آره میدونی که خون ریزی وضعیت الان یک مقدار سخت‌تر وضعیت برای آرام رحیمی. 10 ثانیه تا پایان راند اول. خب یه مقدار هر دو تاشون شل کردن و سوت پایان راند اول به پایان میرسه. هر دو به سمت خودشون میرن برای استراحت و ببینیم صحبت‌های مربی ها با فایترها. ببینیم که پزشک بازی ادامه بازی به آرام رحیمی میده یا نه، چون اکثر مسابقات وقتی که کات بیش از حد باشه غیر مجاز باشه و باعث آسیب جدی به فایتر بشه دکتر بازی رو قطع میکنه. خب چون پارگی هم در اطراف چشمشه خب یه مقدار حساسیت بالا درصد. امیرحسین علیپور هم توسط علی حسین راهنمایی میشه، بهش گوش زد میکنه. از بازیکنان بزرگ ایران و آسیا است، میشه گفت یکی از برترین در وزن خودش، در وزن خودش یکی از پرافتخارترین امریکاران که در کشورهای روسیه و آسیایی و حتی اروپایی هم بازی کرده و عنواندار هست. قهرمان بازی آماتوری هم هست در سنگاپور. خب منتظریم راند دو رو. با دستور داور شروع کنیم. کوچا به بیرون راهنمایی میشن. خب کوچا که بیرون برن میتونیم راند دو هم ببینیم. احساس میکنم علیپور از اعتماد به نفس خیلی بالاتری برخورداره و خودش رو خیلی ریلکس گرفته. با توجه به اینکه مهدی آرام رحیمی خب تجربه بیشتری داره توی SLFC افغانستان خواهی کرد، یک برد و یک باخت. خب یک بازی راند دوم یک بازی زیاد تجربه بالایی نیست نسبت به راند دوم. با ضربه حسین علیپور شروع میشه. آرام هم قصره که ضربات رو بزنه. ضربه سنگین دست به دست تک دان. یک اسلام موفق. میره در گیوتین. آیا میتونه گردنشو در بیاره؟ حالا ببینیم برای گیوتین. یه قفل سنگین. یه قفل سنگین. تمام. تاب میکنه. تاب میکنه. تمام. حسین علیپور برنده یه. مبارزش در مقابل آرام علیپور به شدت با سابیشن گیوتین متوقف میکنه آرام رحیمی را. سابیشن گیوتین بود که امیر علیپور رو برنده آرام رحیمی میگیری کرد و نزد رایت کنید به طور یه به حالت آماتور علیپور داد و علیپور کمکش کرد و بازی تمام کرد. ساب میشن قشنگی بود. با این فایت رو با ساب میشن و حالا شادی بعد مسابقه از طرف علیپور با حرکات موزون. خب بینیم که آقا بشی سر جاد رو معرفی کنن. منتظر میشیم تا دست امیرحسین علیپور